زندگی همیشه بر طبق مراد ما پیش نمیره. گاهی همه چیز به هم میریزه و ما میمونیم و دنیایی که روی سرمون خراب میشه. همه ما در زندگی سختی کشیدیم. مشکلات مالی، خانوادگی، عاطفی و شغلی که میتونن زندگی ما رو پر از استرس کنن. در این شرایط ما ناامید و ناتوان میشیم و فکر میکنیم که از پس اونها بر نمیاییم. اما به راستی در این شرایط چه کاری باید کرد؟ در این ویدیو ما به شما خواهیم گفت که هنگام شکست و ناراحتی چه چیزهایی را به یاد بیارین تا روحیتون بهتر از قبل بشه و امید به زندگیتون رو برگردونید. این درد موقتی هست. مهم نیست که مشکل شما چیه، مشکلات مالی، خانوادگی یا حتی شکست عشقی. در این شرایط اون چه اهمیت داره اینه که به یاد بیارید مشکلاتتون موقتی هن و شما بار دیگر رنگ خوشی رو خواهید چشید. اگر سعی کنید با خودتون فکر کنید که هیچ مشکلی تا ابد دوام نداره، اون رو راحت تر تحمل خواهید کرد. نگران نباشید. نگرانی تنها شما رو عصبانی میکنه و تمرکزتون رو برای حل مشکلات از بین میبره. اگر شما در مورد چیزی که نسبت به اون هیچ کنترلی ندارید نگران باشید، تنها وضعیت رو بدتر میکنید. به جای اون سعی کنید که تمرکزتون رو بر قدمهای بعدی بذارید تا دیگر پشیمونی به سراغتون نیاد. اگر کارتون رو از دست دادید، نگرانی در مورد اینکه چگونه قبضاتون رو بپردازید هیچ باری از روی دوشتون کم نخواهد کرد. بنابراین بهتره که برنامه‌ای برای ادامه مسیر خودتون بریزید و طبق اون پیش برید. مثبت اندیش باشین تا اتفاقات مثبت براتون اتفاق بیفته. شما مسئول مشکلات دیگران نیستید. زمانی که شما دچار مشکل میشید، نباید دیگران رو درگیر خودتون کنید. پس تا جای ممکن عقب بکشید و سعی کنید که خودتون از پس مشکلاتتون بر بیایید. اگرچه کمک کردن به دیگران کار بسیار خوبیه، اما شما مسئول مشکلات دیگران نیستید. پس اجازه ندید که مشکلات دیگران دغدغه ذهنی شما بشن. اولویت زندگی شما در درجه اول خودتون هستید. از حرکت نایستید. هنگامی که در زندگی احساس شکست میکنید، تنها کاری که باید انجام بدید اینه که از حرکت نایستید و به راه خودتون ادامه بدید. حتی اگر تمام راههای مقابلتون بسته هست، به عقب برگردید و راه دیگری رو انتخاب کنید. اما یادتون باشه که هیچگاه از حرکت نایستید. شکست به این معنی نیست که شما باید از تمام خواسته ها و آرزوهاتون دست بکشید. زندگی سخته، اما شما قوی تر از سنگ‌هایی هستین که زندگی در مقابل شما پرتاب میکنه. گریه کردن بد نیست. حتما برای شما هم اتفاق افتاده که بغض راه گلوتون رو بگیره، اما از سرازی شدن اشکاتون خودداری کنید. یادتون باشه که گریه کردن نه تنها بد نیست، بلکه شما رو سبک‌تر می‌کنه. زمانی که مشکلات گریبانمون رو می‌گیره و در غم دست و پا می‌زنیم، احتیاج داریم که انرژی خودمون رو به گونه‌ای تخلیه کنیم. گریه کردن نشانه ضعف شما نیست، پس گریه کنید و ببینید که پس از اون چقدر ذهنتون آزاد میشه و بهتر می‌تونید تصمیمات زندگیتون رو بگیرید. همه ی آدم ها در زندگیشون مشکل دارن. بد نیست که گاهی به زندگی دیگران نگاهی بندازیم. ممکنه که نوع مشکلات دیگران با نوع مشکلات شما فرق کنند، اما در نهایت همه در زندگیشون کمبودها و سختی هایی دارن. بنابراین شما تنها نیستید. حتی میتونید با افرادی که مشکلاتی مثل شما دارن صحبت کنید تا از شدت دردهاتون کم بشه. نیمه پر لیوان رو ببینید. بله، حق با شماست. زمانی که در مشکلاتتون دست و پا میزنید، دیدن نیمه پر لیوان کار ساده ای نیست. اما شما باید تمام تلاشتون رو بکنید. به عنوان مثال، اگر در رابطه عاطفیتون شکست خوردید، این رو به عنوان فرصتی برای پیدا کردن عشق واقعیتون ببینید. یا زمانی که کارتون رو از دست میدید، به این فکر کنید که میتونید به دنبال شغل بهتری باشید. بدبینی میتونه زندگی شما رو از این رو به اون رو کنه. بنابراین خودتون رو با دستاتون در دام اون نیندازید. آنچه می ترسید رو انجام بدید. اگر احساس می کنید راهایی که انتخاب کردید به بن‌بست رسیدند و هیچ راه دیگری براتون وجود نداره، شاید بد نباشه که راه جدیدی رو در پیش بگیرید. راهی که همیشه از قدم برداشتن در اون هراس داشتید. ترس از تغییرات طبیعیه، اما ترس و نگرانی زیاد شما را از پیشرفت باز می داره. حتی اگه فکر می کنید که غیر ممکنه، نفسی عمیق بکشید و قدم اول رو بردارید. اون وقت خواهید دید که چقدر مسائل رو بزرگ کرده بودید.
شما بر زندگیتون کنترل دارید. حتی اگر در حال حاضر کنترل امور از دستتون خارج شده و فکر میکنید نمیتونید کنترل زندگیتون رو به دست بگیرید، ناامید نشید. زندگی شما توسط دیگران یا حتی ستاره ها که کنترل نمیشه، این خود شمایید که بر روند اون تاثیر میذارید. بنابراین با وجود حتی بدترین مشکلات، باز هم بدونید که قدرت شما به حدیه که قادرید زندگیتون رو بر طبق مرادتون تغییر بدید. شکرگزار باشید. در این زمان به تنها چیزی که باید تمرکز کنید اتفاقات مثبت هست. به دارایی‌های مثبت زندگیتون فکر کنید و خدا رو بابت اونها شاکر باشید. اون وقت می‌بینید که چقدر زندگیتون آروم‌تر و متمرکزتر از قبل خواهد بود.